خب یه مقدار برای اینکه فضا هم تلطیف بشه من یکی از اشعار شهریار رو انتخاب کردم که این رو حالا اول با هم میخونیم بعد حالا تیکه‌های مختلفش رو بررسی میکنیم. خیلی جاها شما قاعدتاً باید با چیزایی که تا الان یاد گرفتید بتونید متوجه بشید. اسم شعر هست یار قاصده، یعنی قاصد یار. سن یارمون قاصده سن، ایلن سنه چای دمیشم، خیالینه گندربدیر، بس که من آخوای دمیشم. آه گجلر یاتمامشام، من سنه لای لای دمیشم. سن یاتالی من گزومه، اولدوزلاری سای دمیشم. هر کس سنه اولدوز دیه، özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirin desə, zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ pay demişəm. Sənin gün tək batmağıvı, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabiq qışa yay demişəm. گاه تویوی یاده سالب من دلی نای نای دمیشم. سنرا گنه یاسه باتب آغلاری های های دمیشم. عمره سورن من قره جون آخ دمیشم وای دمیشم. شعر خیلی جالبیه. حالا من که خودم خیلی خوشم میاد و حالا من باب این که شعر ساده ای هم از خیلی هم نزدیک به زبان معاوره، من از این جهت انتخابش کردم. خب سن یعنی تو، یار من یعنی یار من، قاصده تو قاصد یار من هستی، این سن یعنی هستی، پس تو قاصد یار من هستی. ایلن، ایلن یه فعله، حالا به صورت ایلش هم استفاده میشه، یه فعل به دستوریه، یعنی بفرما و بنشین. خیلی محترمان است. مثلا یه بنشین داریم ما، یکی هم بفرمایید بنشینید داریم. خب ایلش، ایلن، این یعنی یه فعل خیلی محترمانه برای دعوت به یه نفر به نشستن، درخواست محترمانه برای نشستنه. ایلن، بفرما بنشین. سنه یعنی برای تو، چای دمیشم، چای گفته ام. ما این زمان رو یاد نگرفتیم ولی اینو تو ذهنتون داشته باشید، از دماغ دیگه. خب این زمان ماضی نقلیه، گفتم. ما اینو یاد نگرفتیم ولی خب ساختارش اینه، بون به اضافه میش به اضافه اون ضمایر شخصی دمیشم. اینو میتونید الان ببینید، یعنی گفتم. مثلا گت میشم یعنی رفته ام. این میشه در واقع اون چیزی که باعث نقلی شدن و البته نایقین شدن این میشه. خب ایلن سنه چای دمیشم یعنی برای تو چای گفتم، یعنی چای سفارش دادم و بشین این چای رو بخور. پس معنی این بیت این شد که تو قاصد یار منی، بفرما بنشین، چای گفتم که بیارن برات. خیالینی جندربدی، خیالینی یعنی خیالش را، خیالیی که نمیشد بگه، میشه خیالی نی، یه نه اینجا اضافه میکنی که راحت تر بشه، میشه خیالش را جندربدیر. جندربدیر باز این هم یه زمانی ما اینو یاد نگرفتیم. جندرماخ یعنی فرستادن، جندربدیر یعنی فرستاده است. خب جندربدیر زمان به نوعی گذشته هست، ما اینو نه با هم بررسی نکردیم. بله جندربدیر فرستاده است، خیالش را فرستاده است، منظور همون یار. بس که من آخوای گفتم، بس که من آخوای دمیشم. اینو بنویسم بس فرستاده است. آخ گجلر یات مامشام، گجه چی بود؟ شب. گجلر یعنی شبها. یات مامشام یعنی چی؟ نخوابیده ام. یات ماخ یعنی خوابیدن، اینو قبلا یاد گرفتیم. یات مامش یعنی نخوابیده ام، یات مامشام. شبها نخوابیدم، من سنه من به تو لای لای گفتم. شبها نخوابیدم و برای تو لای لای گفتم. سن یاتالی، سن
تو یاتاله، یات که این خوابیده دیگه، سن یاتاله یعنی زمانی که تو خوابیده بودی، حین این که در حال این که تو خوابیده بودی. این ای معناش این میشه در حالی که تو خوابیده بودی، اینجوریه. این ای رو جلوتر هم باز داریم. سن یاتاله، زمانی که تو خواب بودی، من جزومه، من به چشمانم، به چشمم اولدوزلار سایده میشم. گفتم بشمر، این بشمار هست. اولدوزلاری، اولدوز چی بود؟ یعنی ستاره. اولدوزلار یعنی ستاره ها، این یعنی ستاره ها را بشمار. گفتم یعنی در حالی که تو خواب بودی، من به چشام گفتم که تو مشغول شمارش ستاره ها باش. هر کس سنه یعنی به تو، اولدوز دیه ستاره بگه یا گفته باشد، اینو با هم بررسی کردیم جلسه قبل. özüm خودم، به تو ماه گفته ام. سندن یعنی سندن سرا یعنی بعد از تو. سندن سرا یعنی بعد از تو. این بعد سرا بعد دیگه، بنویسم که این یعنی بعد، اینم که از یعنی بعد از تو. سندن سرا حیات من یعنی به حیات، به زندگی من. شیرین دسه، اگر این س، این اگره ها معنی اگر میده، دسه یعنی اگر گفته. اگر شیرین گفته، زای یعنی تلخ، خلاصه تلخ و ترش خیلی غلیظ. خب یعنی اگه شیرینم گفته باشه، من گفتم که این تلخه. پس بعد از تو دیگه هیچی مثل سابق نشد، معنیش اینه دیگه. بعد از تو به زندگی، اگر این سی که اینجا هست معنای اگر میده. حالا این دیگه مبحث یه خود پیشرفته، یه ما بهش نمیپردازیم، ولی اینو بدونید. د یعنی بگو، دسه یعنی اگر گفته باشد شیرین، اگه شیرین هم گفته باشه، من گفتم که این تلخه. هر جزلدن، از هر زیبایی، جزل یعنی زیبا، زیبا، از هر زیبایی. بیر جولالب، یک گل گرفته. این گرفته معنیش اینه، نگه میداره دیگه. گرفته ام در واقع، ننوشته اون. هر جزلدن بیر جولالب، سن جزله یعنی برای تو زیبا، یعنی برای تو زیبا. پای یعنی سهم، ده میشم یعنی برای تو هم سهمی در نظر گرفتن. سنن جون تک یعنی ماننده. سنن جون تک باتماغوی، سنن باتماغوی هست یعنی غروب تو که مثل خورشیده، جون یعنی خورشید، مانند خورشید غروب کردنت را، این را هست، ای که اینجاست، مانند خورشید غروب کردنت را، مانند خورشید غروب کردن تو را. یه ذره خوب جا به جا میشن اینا دیگه. آی باتانا، آی باتان چی بود؟ قبلا بررسی کردیم، غروب ما. آی باتانا تای یعنی اینم باز چی بود؟ نظیر یا مثال. قبلا دیدیم دیگه، تایماز رو بررسی میکردیم. مثل غروب ماه گفتم. ایندی یعنی الان، البته درستش هم ایمدی هم هستا، یعنی این ایمدی هم هست یعنی حالا. یا یعنی به تابستان. گش چی بود؟ زمستان. دیرم چیه؟ یعنی میگویم. اینو یاد گرفتیم، این از دماغ، البته از دمک دیگه، دماغ رو من از اون سابقه ترکیه تبریز دارم میگم. دمک یعنی گفتن. اینو صرف کنید، دیرم رو میتونید بسازید، یعنی میگویم، دارم میگویم. الان به تابستان زمستان میگویم.
یعنی چی؟ یعنی حتی تابستونا هم برای من دیگه زمستونه. سابق یعنی سابق بر این، قشا یعنی به زمستان یای دمیشم، تابستان گفتم. اون موقع زمستونم که بود چون تو بودی، زمستونم برای ما تابستون بود. یای و قشا اینا رو یاد گرفتیم دیگه. این آیی که اینجا هست در واقع چیه؟ به هست، معنیش اینه. چون این صداهاش زخیمه قشا نمیشه، میشه قشا. جاه، گاهی، تویوی، توی یعنی عروسی، مراسم عروسی. جاه تویوی عروسیت را یاد سالب، یعنی به یاد می آورم. البته سالماخ یعنی انداختن، یعنی به یادم میندازم، اینجوریه. ولی به یاد خودم میندازم، یعنی به یاد می آورم. من دل، دل یعنی دیوانه، من دیوانه نای نای میگم، نای نای گفتم. سنرا، سنرا و سورا یه معنی داره، یعنی بعد، سپس. بعد جنه یعنی مجددن، دوباره. یاس، یاس یعنی عزا. یاسه یعنی به عزا. باتپ، بات یعنی غروب کردن، فرو رفتن، یعنی به عزا فرو میروم. فرو میروم، در واقع فرو رفته هست این. بعد از آن به عزا فرو رفته و اینطوری میشم. این منظور اینه، ولی خب معنایی که ازش استنباط میشه فرو میروم. آغلاری، اینم باز همون اینه، در حالی که. آغلاری، آغلاماخ یعنی گریه کردن. گریه کردن، در حالی که گریه کردن، منظور اینه خب. ولی آغلار یعنی گریه کننده، در حالی که گریه کنندم، در حال گریه کردن، گریه کنان، معنیش اینه. های های، اینو بنویسم دیگه، آغلاماق یعنی گریه کردن. های های دمیشم، های های گفتم. عمر سورن من گرجون، سورن، سورماخ قبلا دیدیم یعنی درایو، یه چیزی رو رانندگی کردن. بعد مالیدن یه چیزی روی چیزی، گذشتن یه چیزی. مثلا سورمرم از همینجا، سرمه به چشما میزنم، همینه. عمر سورن من گرجون معناش اینه که خلاصه روزهای سیاهی که از عمر من میگذرد، این گذشتن رو اینجا معنی میده. روزهایی که، روزهای سیاه به ویژه، روزهای سیاهی که از عمر من میگذرد، یه همچین معنی ازش استنباط میشه، چون ترجمه کلمه به کلمش جور در نمیاد، ولی خب معنیش اینه. عمر سورن من گرجون یعنی چیزی که از عمر من میگذرد، از عمر من سیاه بخت، سیاه روز. گرجون یعنی سیاه بخت، سیاه روز. آخته میشم یعنی آخ گفتم، وای دمیشم، وای گفتم. یعنی کل زندگی ما با این چیزا خلاصه سپری شد. یه مقدار ایشون حالا این شعر رو شاید توی حالت خاصی نوشته، ناراحت بوده، شاید مثلا چه میدونم یاد کسی افتاده و اینا. این رو فکر میکنم آره دیگه برای همسرش که در گذشته برای ایشون نوشته. و آره شعر خیلی جالب و احساسی هم هست، تمثیل‌های خیلی جالبی هم داره و خیلی بخشا زیادش رو می‌بینید که شما هم بلدید الان با همین دوره‌ای که گذروندید. بالاخره خواستید حالا بعدا دوباره میتونید این رو بررسی کنید و بخونید.